رفته بودم موتر فروشی، موترم خراب شده، یک موتر دیگه می خریدم. یک موتر فروش یا به اصطلاح جلاب در بغل یک مرا گوشه می گه دکتر صاحب نمی هفته چند دفعه خانداری کنه آدم خوب است. امت یک نگاه عمیق سنش کردم، گفتم بدر میجا ما به خریدن موتر آمده سوال تو گنگسه سی کن، با خدا اگانو خوبیت ما پت میکنم. خب دو سوال مطرح میشه، حالا اینا هم گپ موتر، سوال موتر فروش هم مجبور ده ایجا جواب تو در سر کوچه و پس کوچه مر استاد نکنی بیادر. عزیزای دل یک سوال تو مطرح میشه که در یک هفته چند دفعه جمع کنیم نرمال است؟ یک. دوم، چه وقت ما دوچار بیش فعالی جنسی هستیم که خودم غرق میکنیم شریک جنسی خودم جو جو میسازیم پروسره؟ انسان خودش خودخواست میگه بیادر بزرگوار از من که سیستم سر شد بلا در پس دگاه ایت امکان ندار آقا، ده موضوع موضوع بای دایرکشنال دو جانه هست، دو طرف هست. چه وقت ما دوچار بیشفعالی جنسی هستیم از نگاه شخص هایی وجود داره و چند رابطه اگر در هفته داشته باشیم نرمال هست، و اگر بیش از حد علاقه جنسی داریم، تجاوزهای جنسی را یک فرد کده میره هیچ نبرش مطرح است که شخصیت زیر سوال میره، حیثیت زیر سوال میره، 24 ساعت همی فکرش است و همی خانداری، اینمی چرا پیش یک فرد ایجاد میشه؟ ای سی با بحثی است که خیلی انرژیتیک میخوایم در اینجا بحث بکنم. اگر شما ایره لایک نکردین، شیر نکردین، سابسکرایب نکردین به خاطر از این موضوع که از سای دل زحمتی جو سر ازی کشیده میشه ایشی که با امر امیال دیگه یخ هست هم تو دک 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 لرزی در آیسته بانه که ویدیو ازی تکثیر کنه، چیزای ناق نیست، فضول نیست. خب از سای دل نرمالا نظر به تحقیقات که در مطالعات مختلف اجرا شده، اگر یک فرد در یک هفته در صورت توافق هر دو پارتنر یا شریک جنسی هفت یا کمتر از هفت ارگزم را تجربه میکنه، نرمال است، اشکالی نداره. کسی هست که میبینی هر شب به گفته خودش کار میزنه یا معامله جنسی به اصطلاح میکنه، همی ترمینولوژی های جامعه هست دیگه به اصطلاح، یا جماع میکنه یا خانداری میکنه یا مباشرت میکنه یا به اصطلاح همو هر معزلی که هست میکنه توت میکنه، یا ای که با وقفهی تجربه میکنه. در کل اگه از هفت ارگزم در هفته کم بودی در کتگوری نرمال میه. بعضی اوقات پیش یک فرد علایق، غرایز، افکار، رفتار جنسی به اندازه شدید می باشه که تبه کننده هست، فرد را زیر تاثیر قرار می ده، زیر شعاع قرار می ده، کار کردش معوف می کنه، سبب ایجاد اختلاطات پیش می شه، زمانش زیاد صرف می کنه و کل هوش و فکرش فقط با جماع است و بس. این فرد دچار هایپر سکشوالیتی دیسوردر است یا هایپر سکشوالیتی دیزایر دیسوردر، بی نظمی که یک فرد بیش فعالی داره. یک تعریف جامعی که در کتاب DSM-5 بر از این توضیح داده شده، چون این بیشتر مربوط روان و مربوط بی نظمی های کیمیایی است که در قشره ها و نواحی مختلف مغز اتفاق میفته، هرگاه یک پیشک فرد از پنج شاخصی که میگم چهار دانش موجود بود بفهمه که چون این شخص دچار بیشفعالی جنسی است، از چند مشخصه چند تاش که بگو؟ از پنج تا چند تاش؟ چهار تا. گریت، عالی، بچه باهوش. خب نمبر اول، فرد همیشه در ذهن و فکر خود علایق جنسی، افکار جنسی، وسوسه های جنسی، تنبیهات جنسی و رفتارهای جنسی را بپرورانه و این خیلی زمانش را صرف بکنه. مثلا در دفتر کار خود چیشته بیا در وزارت مثلا یک الفبا کار میکنه، هر چیزی که هست
یه واسه ببینی که فکر ازی با مکتوب است، فکر ازی دایی است که بیادر بزرگوار خواه میال اگر رابطه کنه باز در رابطه تو کنه بازی رقم کنه بازو رقم کنه، کارش برهم خورد. کارش برهم به این معنی نیه که انزال شد، به این معنی که کار کرده اداریش برهم خورد. مشخصه دوم، هرگاهی که فرد در حالت دیسفوریا قرار داشته باشه، یعنی افسرده باشه، جگرخون باشه، غمدرون باشه، این رفتار پیش زیاد شوه. سه، در حالات استرس، در حالاتی که فرد فوق‌العاده استرس بار می داشته باشه، حالتهای استرس بار می داشته باشه، این حالت شعله‌ور شوه. سه، چهارم، بسیار میل داره که این حالتها از دستش اتفاق نفته ولی مفته. شش، برای خود و فامیلش دسترس و ناراحتی شدید عصبی را ایجاد کنه و این حالت در سایر امراض دیگه مثل مانیا، مثل بایپولار، عوارض جانبی دوا، ضربای مثلا قهفی، در سایر مثلا ساید افکت و عوارض بعض مستظرات دیگه نشاور یا پاویا ایجاد نشده باشه، این میره به نام HSDD یا هایپر سیکشوال دیزایر دیسفانکشن یا بی نظمی های بیش فعالی جنسی میگن. خب عزیزای دل، چرا ما بیش فعالی جنسی پیدا میکنیم؟ بدون شکی بیش فعالی جنسی همراه با اختلالات است. این فرد به خاطر که شریک های متعدد جنسی را انتخاب میکنه، در یکی قانع نمی باشه، امراض مقاربتی را میگیره، زردی سیاهی را میگیره، زردی سفیدی را میگیره، ییتسی را میگیره، چونی وسوسه داره با صد دفعه ییتس خود چک میکنه، چونی به طرز مثال تشویش داره، بار بار کوشش میکنه که مثلا در این موضوع خود مطمئن بسازه، پیسش رفته میره، خرچ و برچش بیادر زیاد هست، مجبور که مثلا پیسه را سر متعدد شریک های جنسی مصرف کرده برای که چند دانه را راضی نگاه کنه، بیادر قند اقتصادش را جوجو میکنه، از نگاه عصبی برش مشکل ایجاد میکنه، توجه و تمرکزش بر هم میزنه، روابط فامیلیش خدشه‌دار میشه و سبب حمله ناخواسته میشه، بالاخره موضوع کشانده میشه بیادر بزرگوار به حکومت و امارت و به موضوعات عدلی و قضایی، چون دیگه جای نمیبینه، مکان نمیبینه، میبینه که بیادر بزرگوار جما را در بغل شروع کرده. خب چرا ایجاد میشه؟ سوال که از ما دکتر، چرا ایجاد میشه؟ یعنی علت اساسی که یک فرد بیش فعالی جنسی پیدا میکنه چیست؟ گرچه علت قطعی از این معلوم نیست، ولی در کل چهار تیوری را میگن که به این ربط داره. نمبر اول، سیکشوال کمپلسیویتی. بعض افرادی که وسواس اجباری فکری می داشته باشن، اینا وسوسه های جنسی دارن و این وسوسه های جنسی سبب میشه که یک مقدار افکار جنسی برای فرد که ایجاد شد میخواد تا آخر فکری را برسه، کمبلژن یا رفتارهای اجباری سبب اجراعات سکس های جبری میشه ولو که فرد نمیخواد. مثلا در ذهنش یک سوال میاد که بچه تو کمزور نباشی، خب حال زن خو نداری، کمزور کسی خیلی چه رقم میکنی؟ بگی خود رضایی کو، خود رضایی که نشد بگی خیلی یک جماع کو. در نمی جاسته که من فرد نه قناعت شاسل میشه، بار تکرار کده میره، در موضوع خود عمیق کده میره و در نهایت کنکلوژن و نتیجهش هم خراب. دوم سیکشوال امپالزفیتی است، خشم جنسی. دیده باشی یک نفر امپالس کنترل دیساردر داره، یک دفعه که عصبانی شد یا مثلا یک رگ دست خود میزنه یا نان سوسایدل سلف هارم دیساردر می داشته باشه، میبینی که در جای خود که سیگارت میسوزونه یا کله خود داشت شم میزنه یا یک ظرف که تا دیوال نزنه یا چند دفعه کله خود نزنه یا تا یک جایش خون نشه، دلش یخ نمیکنه. این افرادی که مثلا بیش فعالی می داشته باشن، امکان داره حالت مشابه به این در مسئله جنسی داشته باشه، یعنی سکشوال امپالسیویتی داشته باشه. فرد تا که خود به اورگازم نرسونه دلش یخ نمیکنه، ولو به هر قیمتی که باشه. بیشتر دو، شما اگر امی فیلم انیمال دیده باشین، نو اول آمده جمال جمالک جمالک جمال کلو، اما بابلی والد امو ساس که همه تمت بازی کده میره، خوب درخشیده گرچه فیلم خشن است، شما دیده باشین بعد از امی کمی خواندن تیر میشه، یک پیام بد بر از امی گنگسته، چونو از نگاه روانی خوب نیست، در معذر عام به در دست میزنه به رابطه جنسی. ای در فیلم بتر سال پیام میشه است که یک اختلال روانی است، یعنی اوجا نمیبینه که کی است کی نیست، چی گپ است چی نیست. این فیلم انیمال را امیر کپور کتی باب دیوال امی اردیش در رول اپوزیت آمده، امی یک قضیه است، یعنی شما اینی موضوع را میتونه از اوجا پای ببرید، چون یک آدم کامل روانی است. دو فیلم تیوری سیوم پیتیز دیست، اطفال و دختر و بچه که در طفولیت مورد آزار از دیت جنسی قرار گرفتن، اینا در آینده
چانس تاسوس سکشوال کانورشن ها پیش شی که لزبیان باشن، ای که گی باشن، ای که هم جنس گرا باشن، ای که به طور مثال به مقاربت های جنسی جبری دست بزنن پیش از زیادتر است. و کسایی که در پهلوی از این موضوعات یک مقدار تشوشات دیگر از قبل تجربه کردن، تیوری های رقم است که تمام از این موضوعات سبب یک سلب بی‌نظمی های هورمونی میشه، سبب بی‌نظمی های نیورو ترانسمیتر ها میشه. هورمونی خود درست گفتن نمیتونیم، بی‌نظمی های نیورو ترانسمیتر ها را ایجاد میکنن. بعضی از نواحی مغز که در حافظه نقش دارد، در بخشش نقش دارد، در توجه و تمرکز نقش دارد، سوی نیورو ترانسمیتر ها در اینجا کم میشه و ساهایی که مربوط پلیجر و لذت است سوی نیورو ترانسمیتر ها زیاد میشه. در نتیجه از یک عدم بلانس ایجاد میشه و پیش فرد یک کاغنیتیو بیانس ایجاد میشه، یعنی قدرتش، قضاوتش، منطقش، عقلش در ترازو سبک میشه و همی بیش فعالیش پلیش گلنگ میشه. یعنی فرد همه قدر تحلیل نمیکنه خو اگه مایتو کده مرا ایتس میگیره، مرا زردی سیاه میگیره، مرا زردی سفید میگیره، پیسه میره، من مثلا داخل زنا شدم و در پلیس دی مویت از بیاب میشم، رسوا میشم، خبر میشه، کارم از دست میتم، اینمی قابلیت ججمنت مغز پلیش پایان میه و اونمی که بکوه میکاره بالا میره، در نهایت فرد دست به حال میزنه. به این خاطر هست که بعضی از دواهایی که سوی نیورو ترانسمیتر ها را تغییر میده، مثلا دواهای میرگی، دواهایی که به خاطر تداوی پارکینسون استفاده میشه، سکت های مغزی در پلیز و بتر مثال کسایی که زوال عقل، دمنشا و الزایمر می داشته باشن، اینا بعض اوقات امکان داره در سیر کورس تداوی که سوی نیورو ترانسمیتر ها را تغییر میده و دوپامین بلند میسازه، امکان داره که بیش فعالی جنسی به شکل ثانوی پیشان ایجاد شده باشه. پس اگر تمام فکر و هوش و حواس شما تنها و مجامعت هست، تنها و مباشرت هست، فقط در این باره فکر میکنین، سبب میشه که رفتارهای متکرر جنسی را اجرا بکنین، زمانتان زیاد صرف میکنه، پیسیتان زیاد مصرف میکنه، ای برای خود و به فامیلتان مشکل ساز شده، ناراحتی های عصبی پیشتان ایجاد شده و از این حالت خوش نیستین، سر بزنین به دکتر صاحبای متخصص امراض جنسی و دکتر صاحبای بخش روانی تا که در این امر به شما مشوره بده. شریک سازی از این ویدیو، سابسکرایب کردن کانال یوتیوب شما، گذاشتن کامنت در ویدیو فراموش نشه. تا دور بعد، الله حافظ.